سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد ترمیم اعصاب بدن، سیگنال‌های الکتریکی مغز و نخاع و چگونگی درمان با ویتامین‌های مؤثر مطالب علمی رو با شما در میون بگذاریم. اگه دچار دردهای عصبی که اغلب همراه با علائمی مثل گزگز، داغ شدن کف پا، سوزن شدن مخصوصا در انگشتان پا یا نوک انگشتان دست می‌شوید و در موارد شدیدتر ممکنه متوجه بی‌حسی یا از دست دادن تعادل یا ضعف در عضلات خود هستید، همه این آسیب‌های عصبی بیماری نوروپاتی رو به وجود میارن و میتونن ناشی از مشکلات مختلفی مانند بالا بودن قند خون، نوشیدن بیش از حد الکل، گردش خون ضعیف یا کمبود برخی مواد مغذی باشه. خوشبختانه ویتامین‌های خاصی وجود داره که میتونه مصرف کنید و اعصاب رو به سرعت و به طور طبیعی بهبود ببخشه تا احساس طبیعی در دست‌ها و پاها بازگردانده بشه و برای همیشه از شر دردهای عصبی خلاص شوید. و این دقیقا همون چیزیست که در ویدیوی امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در این ویدیو ما از واژه ویتامین‌ها به طور گسترده استفاده می‌کنیم که شامل آنتی اکسیدان‌ها، مواد معدنی و مواد مغذی گیاهیه که می توانید از اون برای التیام طبیعی آسیب‌های عصبی استفاده کنید. و یادآوری این که این ویدیو جنبه آموزشی داره، بنابراین اگه مشکل پزشکی دارید با پزشک خود صحبت کنید. اولین مورد در لیست ویتامین‌ها آلفا لیپوئیک اسیده که میتونید 600 میلی گرم آلفا لیپوئیک اسید رو 3 بار در روز برای التیام و ترمیم اعصاب خود مصرف کنید. در واقع این ویتامین یک آنتی اکسیدان طبیعی است که بدن می‌سازه و اغلب توسط پزشکان آلمانی برای خلاص شدن از علائمی مانند درد عصبی، سوزن شدن، احساس سوزش تجویز میشه. این ویتامین به بهبود جریان خون به اعصاب کمک به تغذیه از آسیب اکسیداتیو کمک شایانی میکنه. همینطور به سیگنال های الکتریکی کمک میکنه تا از طریق اعصاب به مغز برسند و به طور طبیعی میتوان این آنتی اکسیدان رو با خوردن گوشت های با کیفیت ارگانیک و گوشت قرمز مانند جگر گاو، جگر ماهی یا گوشت گاو که با علف تغذیه شدن دریافت کنید. دومین ویتامین برای بهبود اعصاب بنفوتیامینه که همون ویتامین B1 هم نامیده میشه. معمولا وقتی فرد غذاهای ناسالم مصرف میکنه مثل فست فود، قند زیادی در خون جمع میشه و اینجاست که قند خون بالا باعث التهاب و آسیب اکسیداتیو به رگهای خونی متصل به اعصاب میشه و همین امر باعث خوش شدن اعصاب و اتصالات اعصاب کوتاه شده و سیگنال های اشتباهی رو به مغز ارسال میکنه که باعث بی‌حسی درد، سوزن شدن و غیره میشه. به طور طبیعی از اونجایی که این ماده مغذی محلول در چربی است، میتواند از طریق لایه بیرونی چربی اعصاب نفوذ کرده و اونها را از درون بهبود ببخشد. همینطور یک درمان مؤثر برای استراب زیر سیستم عصبی را آروم میکنه و به شما کمک میکنه تا احساس تمرکز و آرامش داشته باشید. میتوانید مکمل بنفوتیامین 300 میلی گرمی رو 2 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید این مواد رو با خوردن جگر گاو، تخم مرغ‌های ارگانیک و مارچوبه به طور طبیعی دریافت کنید. دوستان اگه این اطلاعات براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید، چون این کار باعث میشه تماشاگران بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. بیایید اکنون به مورد شماره 3 اشاره کنیم که روغن جگر ماهی بکره. برای ترمیم بهبود اعصاب و مغز ضروری است که غذاهای غنی از DHA که نوعی اسید چرب اومگا 3 است مصرف کنید. DHA به عنوان یک ماده خام توسط بدن شما برای ساختن نورون‌ها و سلول‌های عصبی سالم استفاده میشه و همچنین فراوان‌ترین اسید چرب در مغز. شما می توانید با خوردن ماهی های چرب مانند ساردین، ماهی آزاد، ماهی خالمخالی این کمبود رو جبران کنید. با این حال تا حد زیادی غنی ترین منبع طبیعی روغن جگر ماهی بکر ایسلندی هستش که با دوز حدود 1 قاشق چای خوری در روز بسیار مفیده. چربی های اومگا 3 بسیار ضد التهاب هستند و به درمان هر گونه التهاب و تورم در بدن که ممکنه بر دو اعصاب تاثیر بذاره کمک میکنن. می‌رسیم به مورد 4 که یکی از مخمرهای تغذیه‌ای برای تقویت سلامته.
اگه میخواهید آسیب‌های عصبی رو التهاب ببخشید و از مشکلات بعدی در آینده جلوگیری کنید، هر روز 2 تا 3 قاشق غذاخوری از تکه‌های مخمر تغذیه‌ای مصرف کنید. تکه‌های مخمر تخمیرن که همگی برای یک سیستم عصبی سالم ضرورین و کمک به کنترل نوروپاتی معکوس قند خون کرده و با بهبود متابولیسم گلوکوز انرژی بیشتری به شما میدهد. سایر مواد غذایی که می توانید مصرف کنید که سرشار از بی کمپلکس هستند عبارتند از غذاهای دریایی مثل صدف، تخم مرغ و محصولات لبنی هستند. می رسیم به شماره 5 که یک ماده فعال به نام کورکومینه که در زردچوبه یافت میشه. زردچوبه ادویه از خانواده زنجبیل و بیش از 4000 سالی که برای کاهش درد و التهاب در بدن استفاده میشه. همینطور برای طیف گسترده ای از مشکلات مختلف سلامتی مصرف داره. میتونید یک قاشق چای خوری از اون رو به سیب زمینی سرخ کرده اضافه کرده و یا اون رو همراه با یک لیوان شیر بنوشید تا به بازیابی اعصاب و کاهش انواع دردهای عصبی کمک کنه. اضافه کردن کمی فلفل سیاه نیز مفیده، زیرا به بدن کمک میکنه تا کورکومین رو تا 2000 برابر بهتر جذب کنه. زردچوبه با کمک به کبد شما برای تولید گلوتاتیون عمل میکنه. در واقع گلوتاتیون آنتی اکسیدانی است که سیستم عصبی رو درمان و تغذیه میکنه. اکنون میرسیم به ششمین ماده مغذی برای اعصاب، روی میباشه. مواد روی یک ماده معدنی حیاتی است که برای ساختن نورون‌ها، هورمون‌ها و انتقال دهنده‌های عصبی که همگی در سیستم عصبی شما نقش دارند نیازه. به ویژه در بهبود یا محافظت از اعصاب چشم و برای کسانی که دیابت دارند بسیار سودمنده. با مصرف صدف، جلبرگ دریایی، گوشت خرچنگ، جگر، گوشت گاو و دانه کدو میتونید روی بیشتری رو وارد رژیم غذایی خود کنید. از طرف دیگه میتونید یک مکمل 30 میلی گرمی روی هم مصرف کنید. دریافت روی بیشتر به ثابت نگه داشتن قند خون و جلوگیری از آسیب بیشتر به اعصاب کمک میکنه. میرسیم به هفتمین مواد که برای درمان آسیب عصبی سودمند هستش و اونم ویتامین B12 میباشه. بسیاری از افراد از کمبود ویتامین B12 رنج میبرند، به خصوص افراد مسن یا کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده میکنند مانند گیاهخواران. با این حال مصرف B12 برای ترمیم اعصاب ضروریه، زیرا به ساخت پوشش محافظ در اطراف اونها کمک میکنه و همینطور با خوردن صدف، غذاهای دریایی، گوشت قرمز، تخم مرغ و جلبرگ ویتامین B12 بیشتری دریافت میکنید. استفاده بیشتر این مواد غذایی به ساخت گلبول‌های قرمز خون هم کمک میکنه که اعصاب رو تغذیه و ترمیم میکنه. اگه میخواهید مکمل مصرف کنید میتوانید روزانه تا 1800 میلی گرم B12 برای تحریک بازسازی سریع اعصاب مصرف کنید. در انتها باید یادآوری کرد که اگه متیل کوبالامین رو به عنوان مکمل B12 خود انتخاب میکنید، ممکنه عوارض جانبی داشته باشه، زیرا حاوی سیانیک میباشه. بسیاری از این مواد مغذی در حال حاضر در غذاهایی که شما به طور منظم مصرف میکنید وجود داره. بنابراین میتونید با خوردن بیشتر این مواد غذایی که در ویدیوی امروز به اشتراک گذاشته شد از آسیب بیشتر جلوگیری کنید. گرچه شروع مصرف مکمل ها و مواد مغذی در رژیم غذایی بسیار مهمن، اما در وهله اول باید بدانید چه عاملی باعث مشکلات عصبی شده تا بتوانید از تکرار این مشکل در آینده جلوگیری کنید. یکی از شایع‌ترین علل درد عصبی و آسیب عصبی مصرف بیش از حد محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته که در انگلیسی به آن AGE گفته میشه. در واقع غذاهای غنی از چربی و پروتئینن که در معرض دمای بالا قرار میگیرن و این محصولات گلیکاسیون پیشرفته اساساً پروتئین‌های چسبنده‌ای هستند که روی اعصاب ساخته میشن و عبور سیگنال‌های طبیعی در بدن رو مسدود میکنن. خوردن پروتئین ها و چربی های مخلوط شده با قند موجود در مواد غذایی مانند گوشت های کبابی، بستنی، دونات، پیتزا، ماست طعم‌دار، فست فود ها و غیره به دست میاد و این باعث میشه که پوشش اعصاب شروع به شکست شدن کنه و سپس اتصال اعصاب کوتاه میشه که منجر به بی‌حسی، سوزن شدن و سوزش میشود. همینطور مصرف روغن های گیاهی مانند مارجرین، سویا، ذرت، کانولا،
گلرنگ و همچنین روغنهای زیتون فرآورده شده نخالص همه سبب التهاب و آسیب زیادی به اعصاب و رگهای خونی می شوند. پس سعی کنید حداقل دو بار در هفته شروع به خوردن غذاهای دریایی مخلوط کنید، از جمله ماهیهای روغنی، سبزیجات دریایی، صدف و همه اینها مملو از امیگا 3 هستند که سبب التهاب بافت‌های عصبی و مغز می شود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو انتخاب کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.